Barev lavek, ais or egelem zer hamar, hamov jingalov hats techem. سلام، خیلی مخلصیم. امروز اومدم براتون یه نون خوشمزه ارمنی، اصلا ورداره بره وای نسا برو. اصلا این نون پر از تاریخ، پر از عشق، پر از صمیمیت، نان سبزیجات ژینگلوف اومدم براتون بزنم. چقدر این نون خوشمزه است، با ما همراه باشید. خب بریم برای تهیه این نون مفید و خوشمزه ارمنی و با اصالت و تاریخی که واقعا اصلا دنیایی برای خودش. بریم برای تهیه. اینجا ما 360 گرم آرد داریم، 200 میلی لیتر آب و نمک. فقط کار ما با این نون همین سه تاست. بریم برای اضافه کردن نمک به آرد اول، نصف قاشق غذاخوری و شروع میکنیم اضافه کردن آب کم کم به آردمون. مقداری توی کاسه ورز میدیم. اگه کاستون بزرگ بود که تو همین کاسه میتونید این خمیر رو ورز بدید، اگر کاسه بزرگ نبود کاسه رو میتراشیم و میاریمش روی میز کار و شروع میکنیم به ورز دادن. حالا الان میپرسن که آقا این پس چرا خمیر ترش نزدی به این؟ به خاطر اینکه بافت نون خمیر ترش میزنه، بافت نون رو یه جورایی پفکیش میکنه، به قول ما میترکونه بافت نونو و اون چیز، اون نازکی دلخواهو به شما نمیده. پس همین سه قلم آرد، نمک، یه ذره به مقدار بیشتر نمکمون و آب. حالا کسایی که میبینن خمیرشون یه ذره صفر شد با این مقدار آب، میتونن در زمانی که دارن خمیرشون رو ماساژ میدن به خمیرشون آب اضافه بکنن. من میخوام یه مقدار بنزه 7-8 قطره یا 2 قاشق غذاخوری آب به این خمیر اضافه کنم. فکر کنم واسه من پرفکت باشه. و همیشه برای نون درست کردن یه مقدار آب اضافه و آرد اضافه همیشه کنار دست باشه، که همیشه چگالی این آردا با هم فرق میکنه. الان محل کار خود ما هم آرد ما میخریم از یه مارکا با یه پروتئین، ولی همیشه مقدار آبی که میگیره باز دستی و حسیه، یعنی اون قسمت آخرش ما خودمون با لمس دست و اینا دمای خمیر میفهمیم که خب این یه ذره بیشتر آرد یا آب احتیاج داره. پس شما 100% هیچ موقع نمیتونید مقدار آب و آرد رو دقیق به دست بیارید. نون پختن یه کار تجربیه و شما هر چقدر دستتون به خمیر آشنا باشه نونای قشنگتر و بهتری ارائه خواهید داد. چه مؤدب شدم، کتاب و عجلون ببندم. تقریبا بعد 6-7 دقیقه ورز، البته ورز سنگین و مرتب و یک دست. حالا بعضی ها خمیر رو برمیدارن اینجوری ورز میدن، بعد جهت و مخالف رو عوض میکنن، میکوبنش. ولی من خمیر رو اگه میگم 6-7 دقیقه، 6-7 دقیقه به این صورت، کاملا به این صورت میگیرید میکشید. نوک انگوشت رو با دست چپ نگه میداره روی میز و خمیر رو اینجوری به صورت چنگ میکشید. خمیر که باز شد برش میگردونید، دوباره دست میاد روی خمیر که خمیر از زیر دستتون فرار نکنه. دوباره تا خمیرتون صاف بشه. خب این کار خمیر ما تمومه. الان میخوایم ما اینا رو به چونه های 100 گرمی تبدیل بکنیم و بذاریم یه استراحت کوچیک بکنیم. خب مقدار خمیری که به ما داد 6 تا تقریبا چونه 100 گرمی داد.
به ما این آرد و آبی که قاطی کردین. خمیر برای زمانی که شما دارید چونه میگیرید یه ذره با شما ناهماهنگ بود و از زیر دستتون در میرفت، میتونید یه ذره رو میز کارتون رو خیس بکنید، یه نمی به میز کارتون بدید و چسبندگیش برای این کار عالی میشه. ببینید راحت شما میتونید اینو چونه بگیرید. برای خمیرهای خشک این کار واقعا عالیه، یا میتونید روی سطح خمیراتون رو خیس بکنید. الان میگن که به من توضیح بدی که چجوری این خمیر رو گرد میکنی. این دست به صورت چنگک میاد دور خمیر و این شست باعث هدایت خمیر میشه به زیر خمیر، یعنی به این صورت. شست فشار میده خمیر رو به توی دست، یک بار شست میکشید، شست، یعنی این شست عملا برای شما خیلی کار مهمی انجام میده برای گرد کردن خمیر. خب ما 6 تا چونه 100 گرمی تقریبا درآوردیم از این خمیرمون. خمیر هرچی گردتر چونه هاش، نونتون قشنگتر و پیتزا، حالا هر چیزی که میذارید، اگر روی چونه کردن خمیر، خیلی مهمه چونه کردن خمیر، وقت بذارید، پیتزاها یا نونایی که به شما میدن خیلی قشنگتر، چون که از پایه شما دارید این نونو میسازید. از پایه خیلی مهمه. بریم برای خرد کردن سبزی. میتونید از یه پارچه‌ای که تقریبا سطحشو یه ذره با آب خیس کردیم بندازیم روی خمیرامون، تقریبا 1 روز 20 دقیقه استراحت کوچیک بکنه، ما سبزیجاتمون رو خرد بکنیم و بریم برای انجام بقیه کار. خب سبزیجاتی که ما میخواییم داخل این نون خوشمزه و نون مفید بدون هیچ خمیر ترشی، بدون یه پر از سبزیجات تازه، یعنی اصلا معرکه است، استفاده بکنیم، من اسفناج، گیشنیز، جعفری، پیازچه، ریحون و شیوید استفاده کردم، 6 مدل. ولی خود ارمنستان بیش از 20 مدل سبزی میریزن داخل این نون، یعنی جشنواره از سبزیجات داخل این نون. ما چون که دسترسی نداشتیم به سبزیجات به اون حجم، توی بالاخره اروپا سبزیجات انقدر میفروشن کلی پولشو میگیرن، ما چون که سبزیجات دسترسی نداشتیم، همینش هم از سر ما زیاده توی جای سرد تو قطب. ولی توی ارمنستان 20 مدل سبزیجات میریزن، اصلا خیلی هم خوشمزه است. پس اگر دسترسی به سبزیجات داشتید، هر سبزی که دوست دارید میتونید خرد کنید و داخل این نون خوشمزه بریزید. پس بریم برای خرد کردن سبزیجات. دسته دسته سبزیجات رو میارم. خب برای خرد کردن سبزیجات هم من 1 بار بیشتر به صورت فشرده زیر دستم، از روش بیشتر رد نمیشم، چون که میخوام حالت بافت پفکی سبزی حفظ بشه، سبزی اینجوری له نشه زیر دستم و طعم و بوی سبزی هم بیشتر اینجوری حس میشه. سبزیجات واقعا طعم میده به غذا، شکل میده به غذا، یعنی اگه سبزیجات وجود نداشت به نظر من غذایی هم وجود نداشت. برای تزیین ازش استفاده میکنم، برای طعم دهندگی استفاده میکنم، برای اصلا سبزیجات دنیاییه. پس اگر سبزیجات وجود نداشت، گوشتی هم وجود نداشت. این شعار من. پس سبزیجات بودن که گوشت هم به وجود اومده. این به نفع کسایی که سبزی خورن. به نفع کسایی که سبزی میخورن و سبزی رو دوست دارن. همیشه زندگیتون سبز باشه. خب بریم برای مرحله پیازچه ها یادم رفت. شرمنده اخلاقتم. بریم برای خرد کردن پیازچه‌هامون. پیازچه‌ها رو هم به همین صورت ریز میزنیم. اینم از پیازچه‌هامون. بریم برای باز کردن نونامون. من یه دونه از این چونای نون میارم، آرد روی سطح کار. این نون یه نون قلقیه، اگه قلقش دستت بیاد بسیار نون راحتیه، یعنی اگر یه
دو سه بار که بزنید بهترین نون سبزیجات دنیا رو میتونید بزنید. خمیر رو نازک باز کردیم. آردش رو میتکونیم. آرد روی سطح کار رو جمع میکنیم. هیچ آردی نباید رو خمیرمون باشه. هرچی آرد کمتر رو خمیر، پخت ما سریع‌تر و قشنگ‌تر. خب سبزیجاتتون رو بهش نمک نمیزنید، فقط زمانی که میخواید به نون اضافهش کنید در اون لحظه بهش نمک میزنید. پس الان من میخوام به نونم اضافه کنم سبزیجاتو. اینجا شما میتونید نمک، فلفل سیاه، من یه ذره اورگانو هم دارم، اورگانو هم میتونید بزنید، فلفل قرمز و اگه تون دوست دارید و تقریبا یک ذره روغن زیتون یا هر روغنی که داشتید دوست داشتید میتونید اضافه کنید. واسه اینکه دستمون سبزیجاتی هم نشه راحت با یه قاشق بزرگ اینا رو هم میکنیم با یه قاشق بزرگ اینا رو هم میزنیم و میریزیم وسط خمیرمون، پخشش میکنیم، بریم برای جمع کردنش. جمع کردنش هم خیلی راحت، مثل اینکه دکمه لباس رو میخوای ببندی. نچسبیدن در آخر میچسبه، یعنی شما نگران چسبشش نباشید. و دستمون اینجوری فشار میدیم روی خمیر، اصلا نترسید، این خمیر تا 100 سال گارانتی داره، پاره بشو نیست. و اگه میخواین زیباتر بشه نوکشم به این صورت میتونید بگیرید. اگه میخواین زیباتر بشه خمیر رو برمیگردید. ببینید انقدر خمیر ما نازکه، میبینید یه لایه کوچیکی اومده سبزیجات رو نشون داده، ولی هیچ مشکلی نیست. چه نونی که بوی سبزیجاتش منو کشته. نمک، فلفل، آویشن یا اورگانو و روغن زیتون هم میزنیم، میریزیم روی نون، روی خمیرمون. روش بستنش هم خیلی راحت، اینو میایم اینجا، اینو کامل میایم روش، این لبه ها رو هم جمع میکنیم. شروع میکنیم به فشار دادن خمیر که بچسبه. لب و تای خمیر رو اضافاتش رو میگیریم. جینگلوف. بریم یه مدل دیگه تست پخت ازش بگیریم ببینیم چجوریه این نون ارمنی سبزیجات که ما رو کشت. داخل این مایتابای چودنی. اینم از مایتابه چودنی، بله اینم جواب میده. دوسته عزیز بریم برای مزه کردن نونام ببینیم چه طعمی شده، چه مزه شده، چه نونی شده اصلا لامصب، چقدر نرم و لطیف. این نون باید نازکیش به این سبک باشه و پر از سبزیجات. زمانی هم که داغ برش میزنن
خود ارمنیا یه تیکه کره میندازن داخل نون و کره در حال آب شدن میل میکنن، ولی نونای ما چون سرد شده ما به همین صورت میل میکنیم. طعمشو به شما بگیم، واقعا نون نرم و لطیفی شده، واقعا خوشمزه شده. من اولیه رو که درست کردم یه ذره فلفلش رو ناجوان مردانه ریختم، همون اولیه نصیب من شد، خوردم خیلی هم تون بود. فلفلش رو ملایم بریزیم، من که خیلی اگر دوست دارید فلفل، فلفل بزنید. امیدوارم ویدیو ما رو دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، لایک قشنگه رو بزن، زنگوله رو بذار رو آل و کامنت هم برامون بنویسید. کامنت گذاره عزیز، تدیک بزنای تیر، خاله کارینه عزیزم، خیلی دوستش داریم، ما رو همیشه مورد لطف خودشون قرار میدن. و خانم هرمیک، ایشون هم به ما خیلی لطف دارن. خانم لیلا، به روبی جونم سلام برسون، بگو که خیلی دوستش داریم. امیدوارم همیشه شاد و خوش و سلامت در کنار خانوادتون باشین. تا برنامه دیگه من شما رو میخوام، خدا نگهدار.